نیروی هوایی ارتش یا نهاجا اولین یگان در جمهوری اسلامی ایران بوده که سازمانی تحت عنوان جهاد خودکفایی رو در داخل خود تشکیل داد و مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری خود پس از اطلاع از این امر ضمن تایید این ابتکار دستور تشکیل سازمان‌های مشابه رو در سایر نیروها صادر کرد. اولین حرکت‌های جهاد خودکفایی نهاجا عملیاتی نگه داشتن هواپیماهای خود در تمامی انواع در طول جنگ تحمیلی بود که با توجه به آسیب‌های ناشی از عملیات رزمی شامل تعمیرات و بازسازی می‌شد. برنامه بازسازی و عملیات نمودن جنگنده‌های آسیب دیده با قوت به کار خود ادامه داد و در طول دو دهه 70 و 80 ده‌ها فروند هواپیمای بازسازی شده به نهاجا تحویل داده شد. این بازسازی ها که شامل همه قسمت های آسیب دیده از سازه و بدنه تا اویونیک موتور می شد به ایجاد تجربیات ارزشمند در هر دو سطح تعمیرات و ساخت کمک کرد. پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این برنامه برای مشارکت صنایع هوایی ایران که از زیر مجموعه های سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحه تقویت گردید و امروزه هواپیماهایی که در جریان ماموریت های رزمی و آموزشی آسیب می بینند به سرعت بازسازی و تحویل یگان‌های پروازی میشن. در ادامه برای تعمیر هواپیماهای جنگی نیز طرح‌های میان مدت و بلند مدتی تعریف شد که با توجه به تحریم‌های تسلیحاتی کشور و عدم امکان تأمین مطمئن هواپیماهای رزمی مطلوب از خارج از کشور امری بلند نظرانه و ستودنی بود. به گفته فرماندهان نهاجا این برنامه بر اساس مهندسی معکوس هواپیمای جنگنده F-5 تایگر در سال 1366 تا 1367 شکل گرفت. آذرخش طراحی هواپیمای آذرخش بر مبنای هواپیمای F-5 و بدون تغییرات قابل توجهی انجام شد. سابقه طراحی هواپیماهای جنگنده در ایران به بعد از انقلاب میرسه و طراحی این گونه هواپیماها کاملا ایرانی و بومی بوده. جنگنده آذرخش نیز مثل F-5 فاقد قابلیت سوختگیری هواییه. هواپیمای F-5 و به دنبال اون آذرخش به دلیل کوچکی توانایی حمل مقدار کمی سوخت رو داره که باعث کوتاه‌تر شدن برد هواپیما نسبت به هواپیماهای همدوری خود مثل F-4 میشه. همین کمبود سوخت توانایی درگیری با اهداف هوایی و انجام جنگ هوایی رو بسیار کاهش میده. به همین دلیل در جنگ ایران و عراق از این هواپیما بیشتر برای بمباران اهداف نزدیک و پشتیبانی نزدیک روی خط مقدم استفاده میشد. برنامه آذرخش شامل نصب HUD درون کابین و هشدار دهنده راداری بود. این تجهیزات از قرار از چین اومدن چون که ایران روی آذرخش رادار گریفو نصب کرده. گریفو یک رادار ایتالیاییه که معمولا روی جنگنده های قدیمی مثل F-5 یا F-5 های قدیم برای ارتقا نصب می شد. این رادار در قیاس با رادار قدیمی F-5 کارایی چند برابر داره. این رادار دارای بیشترین برد 93 کیلومتر و میتونه همزمان با دو هدف درگیر بشه و حتی توان کشف اهداف زمینی و دریایی رو داره. در نهایت ایران کمتر از 5 فروند F-5 رو ارتقا داد. این پروژه با اسم جاده ابریشم 2 با کمک چین انجام شد. اما در نهایت چین تحت فشار آمریکا از برنامه خارج شد و برنامه متوقف شد. در گام بعد ایران دست به تغییرات روی سازه F-5 زد و سائقه 1 ساخته شد. اینکه آیا ایران سائقه 1 رو ساخت یا فقط ارتقا داد مشخص نیست، ولی بر اساس بنری که در روز رونمایی کوثر نشون داده شد نهایت تنها 4 فروند اون ساخته شد و گفته شد 56% اون تولید داخلیه. سائقه 1 هیچ تفاوتی با F-5 نداره، تنها دارای دو سکان عمودی V-شکل که تلاش برای افزایش چالاکی و البته کاهش سطح مقطعی نیز بود. سائقه همون موتور رو داشت و به شکلی عجیب از نظر الکترونیک یک بازگشت به عقب داشت، چون در حالی که آذرخش دارای HUD و هشدار دهنده راداری و رادار جدید بود، سائقه فاقد همه اونها بود و دارای همون تجهیزات الکترونیک F-5 بود. ایران طی پروژه دیگه با ارتقای F-5F با اسم سائقه 2 که باز تنها یک فروند از اون ساخته شد، تلاش در بومی سازی برخی دیگر از تجهیزات F-5 کرد. کوثر ایران در گام بعدی در 3 مرداد سال 1397
جنگنده‌ای را با اسم کوثر به عنوان یک جنگنده کاملا ملی رو نمایی کرد. خب این جنگنده کاملا مشابه یک F5 F بود و باز بحث سر این که آیا این جنگنده نوسازه و یا یک ارتقا روی F5 های موجود برانگیخت. در نهایت به نظر میاد که ساخت بدنه F5 طی این پروژه برای ایران کار دشواری نباشه. ولی چیزی که در کوثر جالب بود این بود که بعد از ساقه یک وسایق دو جنگنده از همون یک سکان عمودی F5 استفاده میکرد. از لحاظ فنی در ساخت جنگنده کوثر تجهیزات و ابزارهای پیشرفته به روز دنیا به کمک دانش بومی و تولید ملی در قسمت‌های مختلف هواپیما نصب شده. بخش پیشرانه، سیستم الکترونیک، کامپیوتر محاسبات بالستیک، نمایشگرها، رادار چند منظره و غیره همگی از ابزارهای پیشرفته و به روز استفاده شده در این بمب‌افکن ملی هستند. موتور کوثر همون موتور J85 حالا یا خود J85 یا نسخه بومی اون یعنی اوت. موتور توربوجت J85 یکی از موفق ترین موتورهای ساخته شده در صنعت هوافضا. این موتور با وزنی بین 140 تا 230 کیلوگرم بر روی مدل‌های مختلف هواپیما نصب شده و سابقه 16.5 میلیون ساعت پرواز رو در هواپیماهای مختلف داره. به دلیل موفقیت بسیار زیاد این موتور، ساخت موتور اوج با ارتقای این مدل انجام شد. سیستم پیشران جنگنده کوثر از دو موتور ملی اوج تشکیل شده. سرعت بیشینه این موتور 1.5 ماخه و سقف پروازی اون 50,000 پاس. با ساخت این موتور، ایران جزو 8 کشور دارای دانش ساخت این گونه موتورها شناخته میشه. موتور J85 کم توانترین موتور جتیه که همکنون روی یک جنگنده نصبه، اما پس‌سوز نیز داره. ولی در عوض به عنوان یک موتور توربوجت با وجود اینکه فناوری قدیمی داره ساده و کم مصرفه. اگرچه این موتور با توان 5000 پوند با پس‌سوز موتور کم توانیه، ولی واقعا برای F5 مناسب بود چون که خود F5 وزن زیادی نداشت. کابین کوثر یک کابین شیشه‌ای با نمایشگرهای رنگیه که مجهز به MFDه. نمایشگرهای MFD صف نمایشگرهای کوچک و چند منظوره‌ای هستند که در کنار اونها دکمه‌هایی قرار داره که هر یک برای حالت خاصی برنامه‌ریزی شده تا بشه با فشار هر یک یکی از اطلاعات جنگنده رو روی اونها دید. کوثر همچنین دارای HUDه. نمایشگر سربالا یا HUD به خلبان کمک میکنه تا تمامی اطلاعات پروازی از جمله شرایط پروازی و تسلیحات رو در اختیار خلبان قرار بده. اینکه چه سلاحی روی کوثر میشه نصب کرد جای بحث بسیار داره. تا الان در ایران تنها چیزی که روی F5 سایقه به آذرخش دیده شده همون سلاح‌های F5 بوده که شامل بمب‌های سقوط آزاد مارک 82 و 84، راکت انداز 70 میلیمتری، بمب خوشه‌ای سیمرغ و موشک هوا به هوای ساید واندر. غیر از این تسلیحات دیگه‌ای دیده نشده. F5 ایرانی و همچنین سایقه تا الان غیر از موشک ساید واندر هیچ سلاح هدایت شونده‌ای نداشتن و باید دید آیا در آینده روی کوثر هم سلاح هدایت شونده‌ای جدید خواهیم دید یا نه. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره.